انتشار گزارش موساد درباره دو حمله تروریستی دهه 90 میلادی در آرژانتین. پرونده‌ای که سالهاست با نام جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان گره خورده. گزارش موساد که نیویورک تایمز آن را به قلم رونالد برگمن منتشر کرده، حاکی از آن است که واحد مخفی حزب الله با تایید جمهوری اسلامی عملیات تروریستی خود را در خاک آرژانتین انجام داده بود. اما از کمک میدانی شهروندان محلی در آرژانتین یا عوامل حکومت ایران بهره نبرد. این در حالی است که بسیاری از گزارش‌های پیشین درباره انفجار آمیا، مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، مهرهای میدانی حکومت ایران را در کنار اعضای حزب الله لبنان به عنوان عوامل اصلی حملات تروریستی معرفی کرده بودند. این در حالی است که بسیاری از گزارش‌های پیشین درباره انفجار آمیا، مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، مهرهای میدانی حکومت ایران را در کنار اعضای حزب الله لبنان به عنوان عوامل اصلی حملات تروریستی معرفی کرده بودند. حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس با 29 کشته و بیش از 240 زخمی و انفجار آمیا با 85 کشته و بیش از 300 زخمی. 28 سال پیش راننده یک خودروی بمبگذاری شده آن را در ساختمان آمیا در منطقه شلوغ در پایتخت آرژانتین منفجر کرد. پس از این انفجار آرژانتین مرزهای خود را بست تا از حملات تروریستی بیشتر جلوگیری کند. تا کنون بیش از 1000 شاهد در این پرونده به دادگاه احضار شدند و ماجرای آمیا به یکی از طولانی ترین پرونده های قضایی آرژانتین بدل شده. بر اساس گزارش تازه موساد، عوامل حزب الله با جاسازی مواد منفجره در قوطی های شامپو و شکلات آنها را از طریق پروازهای تجاری از اروپا به آرژانتین قاچاق کرده بودند. موساد میگوید انگیزه اصلی حزب الله از آن حملات تروریستی انتقام گرفتن از اسرائیل به دلیل کشتن سران حزب الله بوده. این سازمان همچنین معتقد است که بیشتر عوامل دو انفجار مرگبار در بوئنوس آیرس هنوز زنده هستند و در لبنان زندگی می‌کنند. آنطور که برگمن در نیویورک تایمز نوشته، موساد بر اساس یافته‌های آلبرتو نیسمن، قاضی آرژانتینی که در سال 2015 کشته شد، همچنان معتقد است که جمهوری اسلامی همدست حزب الله بوده، هر دو حمله را مورد تایید قرار داده و برای این حمله ها حمایت مالی، آموزش و تجهیزات ارائه کرده. جسد نیزمان 7 سال پیش و پس از اعلام اینکه قصد دارد رئیس جمهور و وزیر خارجه آرژانتین را به دلیل انجام معامله غیرقانونی با جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار دهد، در خانه اش پیدا شد. رئیس وقت سازمان موساد مجموعی از روابط پیچیده و عملکرد سیاستمداران وقت آمریکای جنوبی را در بنتیجه نرسیدن پرونده محکومیت جمهوری اسلامی و حزب الله مقصر می‌داند. افشار لاتخیل می نسی مدینه منم سوری. در آرژانتین رئیس جمهور کارلوس منم سوری تبار بود. اصلا در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین افراد عربی رو با گویش سوری صحبت می کردن و در همه ارکان دولت هم عرب زبان ها بودند. اینترپول در سال 2007 برای محسن ربانی و احمد رضا عسقری، دو کارمند سفارت ایران در بوئنوس آیرس، قرار توقیف بین المللی صادر کرد به اتهام کمک میدانی به مهاجمان. اینترپول برای علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی و علی فلاحیان هم قرار جلب صادر کرد. در آن زمان ولایتی وزیر خارجه، رضایی فرمانده سپاه پاسداران، وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و فلاحیان وزیر اطلاعات بودند. جمهوری اسلامی از آغاز مطرح شدن نامش به ویژه در انفجار آمیا، نقش داشتن در آن حملات تروریستی را تکذیب کرده. اما شاهدان عینی و خانواده قربانیان نظر دیگری دارند. دانیل کارمون، دیپلمات سابق اسرائیلی و کارمند سفارت اسرائیل در زمان انفجار آمیا، میگوید یافته‌های جدید موساد هرگز جمهوری اسلامی را از دست داشتن در حملات تروریستی علیه یهودیان تبرئه نمی‌کند. کارمون که همسرش یکی از قربانیان حمله تروریستی 30 سال پیش به سفارت اسرائیل در آرژانتین بوده، به تازگی در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفته حکومت ایران از عملیات تروریستی برای پیشبرد مقاصد سیاسیش استفاده می‌کند. شاید یافته‌های تازه موساد با گزارش‌های پیشین اسرائیل، آرژانتین و آمریکا تا حدودی تناقض داشته باشد. اما آنطور که وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در سالگرد حمله مرگبار به آمیا اعلام کرد، این اقدامات تروریستی نشانه ای از
جاه طلبی های جهانی حزب الله و نمونه بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی است. آراد نادری، لندن.